شما هم احتمالاً این جمله معروف بعضی از قدیمی‌ها رو شنیدید که میگن ایشالله سر و کارت به دو جا نیفته، دادگاه و بیمارستان. یکی از دلایل همچین حرفی اینه که مردم تصور میکنن اگر پاشون به دادگاه باز بشه باید یه عمری دنبال حقشون بدوئن. تصوری که البته چندان هم غلط نیست و تو ادبیات حقوقی بهش میگن اطاله دادرسی، یعنی زمان طولانی رسیدگی به یه پرونده. تو سند تحولی که رئیس قوه قضایی اخیراً ابلاغ کرده، یکی از اشکالاتی که قرار اصلاح بشه همین مسئله اطاله دادرسیه. برای اینکه بشه این مسئله رو حل کرد، باید حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه رو کمتر کرد. به عنوان مثال الان یکی از پرتعدادترین پرونده‌های موجود توی دادگاه‌های حقوقی یه چیزی تحت عنوان درخواست اعصار از هزینه دادرسی. حالا اینه که گفتیم یعنی چی؟ به زبون ساده یعنی شمایی که مثلا خدایی نکرده به خاطر یه اختلاف مالی رفتی از شریکت شکایت کنی، به خاطر شرایط بد اقتصادی این روزا پولی نداری که هزینه‌های دادرسی رو به دادگاه پرداخت کنی، یا حداقل الان نمیتونی این کار رو بکنی. فعلا اینجوریه که اگه این ادعا رو مطرح کنی باید یه مدتی کلن بیخیال شکایت اصلیت بشی و یه پرونده جدید باز کنی و توی روند پیچیده و شاهد محور به دادگاه ثابت کنی از پرداخت هزینه های دادرسی ناتوانی. برای نسبت شما یه تعدادی متقلب همین وسط وجود دارن که فضا رو غبارآلود کردن و قضات واقعا یه کار طاقت فرسا دارن تا تشخیص بدن فرد مدعی راست میگه یا نه. قوه قضایی البته دنبال پایین آوردن هزینه های دادرسی به صورت کلیه تا مردم کمتر به همچین مشکلاتی بر بخورن، اما برای وضع موجود تو سند تحول چند تا راهکار خوب پیش بینی شده. اولا دیگه لازم نیست برای این اداد پرونده جدید باز کنی و بررسی اون به قسمتی از فرایند رسیدگی به پرونده اصلی تبدیل میشه. ثانیا شما به محض اینکه درخواست رو مطرح کنی ظرف چند ساعت و از پشت یه رایانه و با دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی ادعای شما رو اعتبار سنجی میکنن. اگر واقعا مال اموال بنابد نبود درخواستت رو قبول میکنن و برات شرایط پرداخت قسطی فراهم میشه، اما یه شرط داره. شما تا پایان زمان پرداخت هزینه ها به دادگاه باید یه سری محدودیت های اقتصادی از جمله محدودیت در خرید خونه و ماشین، گرفتن وام و فعالیت توی بورس رو بپذیری. خوبی این محدودیت ها اینه یه طوری تنظیم شده که اگه کسی بخواد زیرابی بره و مثلا اموالش رو هم به نام یکی دیگه بکنه و مرحله اعتبار سنجی رو بگذرونه، براش نمیارزه این محدودیت ها رو قبول کنه. در نتیجه صف درخواست کننده های غیر واقعی خیلی کوتاه میشه. قضات هم برای رسیدگی به پرونده ها وقت بیشتری پیدا میکنن. ضمن اینکه با این کار کرامت افراد هم حفظ میشه و دیگه لازم نیست برای اثبات ادعاشون به دادگاه شاهد بیارن. کل این فرایندی که براتون توضیح دادم هم قراره تو یه روز انجام بشه. البته اجرای این طرح به همکاری مجلس و دولت هم بستگی داره، ولی معاملات حقوقی قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد موظف شدن اون رو تا تیر ماه سال 1401 اجرایی کنن. عدالت نفس تازه می کند.